سلام میکنم به همه عزیزان. با هم هستیم در قسمت چهارم قیام مسیح، رویش سبز در دل سنگ. در جلسه قبلی در مورد قیام مسیح و آزادی از ناامیدی ها صحبت کردیم. امروز میخوایم با همدیگه در مورد قیام مسیح و آزادی از ترس ها گفتگوی داشته باشیم. من هم سلام میکنم به بینندگان عزیز و شکرگزار هستم که میتونیم باز هم در این برنامه در ایام قیام مسیح با هم باشیم و شکرگزار هستم برای خدایی که ما رو از ترس ها آزاد میکنه. خدا رو شکر. بیایید به دورانی نگاه بکنیم که عیسی مسیح به روی صلیب رفته بود و شاگردان حتما در شرایط ترس و ناامیدی و وحشت به سر میبردن. هر شرایط عزیز میتونید برای ما توضیح بدید که کلام خدا در این مورد چی میگه و اوضاع شاگردان چی بود؟ بله، اون چه که مسلمه این هست که شاگردان بعد از دستگیری و به صلیب رفتن عیسی مسیح دچار ترس و وحشت شده بودن. اونها آقا و سرور خودشون رو از دست داده بودن. بعد از اینکه چند سال عیسی مسیح رو پیروی کردن، با او زندگی کردن، ظاهراً دیدن که به جایی نرسیدن و شاهد این بودن که چطور عیسی مسیح روی صلیب رفت و حالا خودشون رو در خطر می دیدن. کلام خدا به ما میگه اونها دور هم جمع شده بودن، شاید مخفیانه، و از ترس درها رو از درون قفل کرده بودن و شاید ترس داشتن از آینده و خودشون رو توی خطر می دیدن، از اتفاقاتی که قابل پیشبینی نبود. و همچنین می بینیم که زنهایی هم که به مقبره می رن تا بدن عیسی مسیح رو تطهین کنن هراسان هستند. چند آیه لطفاً خواهر مرضی شما برای ما بخونید از کلام خدا، متی باب 28. بله، در متی باب 28 میخونیم که هنگامی که زنان در آن شرایط به در مقبره میرسن، فرشته ای رو میبینن که به اونها میگه هراسان مباشید، میدانم که در جستجوی عیسای مصلوب هستید. او اینجا نیست، او برخواسته، او از مردگان برخواسته است. و خود عیسی مسیح نیز به آنها میگوید که مترسید، بروید و به برادرانم بگویید که به جلیل بروند، در آنجا مرا خواهند دید. آمین. دو تا نکته رو اینجا ما میبینیم. یکی این که فرشته‌ای که به اونها ظاهر میشه به زنان میگه که هراسان مباشید، ترس اونها رو میبینه و هراس اونها رو. و مورد دیگه‌ای که خیلی خیلی قابل توجه و مهم هست این که خدا را شکر شرایط اینطور نمیمونه. خبر خوش رو فرشته به زنان میده که عیسی مسیح برخواسته و اونها رو میفرسته که به برادران بگن، به برادرانشون بگن که عیسی مسیح از مردگان برخواسته. بله دقیقاً. چقدر جالب که عیسی مسیح به زودی زود پیش شاگردانش میره و این خیلی مهمه که عیسی مسیح شاگردان رو تنها نذاشت. فکرشو بکنیم اگر عیسی مسیح قیام نمی کرد و شاگردان رو ملاقات میکرد، چه اتفاقی بر سر شاگردان میومد؟ اونها توی ترس و ناامیدی میموندن و حتی اینکه پیام صلیب برای اونها چه اهمیت و چه معنایی داشت. خواهر شرع عزیز، آیا میتونید برای ما در مورد ارتباط قیام مسیح و آزادی ما از ترس ها برامون یکم بیشتر توضیح بدین؟ عیسی مسیح قیام کرده به کمک ما میاد. قیام عیسی مسیح به ما نشون میده که او قدرت غلبه بر هر چیزی رو داره. قیام مسیح قوت قلب ماست، همون قدرت عظیم خداست که مسیح رو از مردگان برخیزانید. عیسی مسیح با همون قدرتی که در قیامش هست به ملاقات ما میاد، به کمک ما میاد، به یاری ما میاد که ما رو از ترس‌ها آزاد بکنه. در تنگی‌ها عیسی مسیح به کمک ما میاد. ما نباید این قدرت رو، قدرتی که در قیام مسیح هست، دست کم بگیریم. همون جایی که هستیم، مثل شاگردان که در چهار دیواری خود از ترس محبوس شده بودن، در اتاقی درها رو از درون قفل کرده بودن، همون جایی که هستیم، همون جایی که ترس ها ما رو محبوس کرده، اونجاست که عیسی قیام کرده به کمک ما میاد.
هیچ چیزی وجود نداره که از حیطه و قدرت عیسی مسیح خارج باشه. هر چیزی که ما در زندگی باهاش مواجه باشیم چیزی نیست که برای عیسی مسیح غیر ممکن باشه. ما باید بدونیم که وقتی عیسی مسیح به زندگی ما میاد و پاشو به عرصه زندگی ما میگذاره، هر ترسی از زندگی ما میتونه بیرون بره و باید بیرون بره، چون قیام مسیح به ما نشون میده که او قدرت غلبه بر هر ترسی رو داره، بر هر چیزی رو داره. عیسی مسیح اعتماد و شجاعت ماست و قیام او به ما این اعتماد و شجاعت رو میده که ما میتونیم با مسیح بر هر ترسی غلبه بکنیم. آمین. صحبت از این شدش که در مسیح غلبه بر ترس و ناامیدی هست، یعنی که خداوند میتونه ترسا و ناامیدی های ما رو برداره. و همونطور که میدونیم هر کسی توی زندگیش ممکنه که با یه ترسی روبرو باشه. یه کسی مثلا این ترس رو داره که در امتحانی آیا قبول میشه یا نه، یا کسی ترس از این رو داره که از خانواده‌اش، از مملکتش، از فامیلش دور میشه و غیره. و حتی ممکنه کسی از رانندگی در شب حتی ترس داشته باشه. یه مدل ترس دیگه هم هست که فکر میکنم تقریبا خیلی ها با این ترس روبرو هستن و دست به گریبان هستن، و اون هم ترس از مرگ هست. و کلام خدا در مورد ترس از مرگ میگه و ندونستن این که بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما میفته. آیا واقعا میتونید بگید که میشه بر این ترسم غلبه کرد یا نه؟ بله، خب مرگ چیز خوشایندی نیست. در هر صورت ندونستن این که چه چیزی در انتظار ما هست و یا حتی تصور این که با مرگ همه چیز تموم میشه، ممکنه در خیلی ها ترس و وحشت ایجاد بکنه. و همونطور که در برنامه های قبلی هم صحبت شد، مرگ مزد گناهه و این نقشه خدا نبود. از اونجا که آدم سرپیچی کرد، از جایی که گناه وارد زندگی انسان و دنیا شد، از اونجا بود که مرگ هم به میدان زندگی اومد. و ما میبینیم که شاهد هستیم که خیلی ها واقعا در اسارت این ترس به سر میبرند. خیلی ها ترس دارن از مرگ، و باز همونطور که گفته شد مرگ چیزی نبود که جز نقشه خدا باشه. ولی خدا را شکر برای تدبیرهای خداوند که ما را از این ترس رهایی میده و نهایتاً از مرگ که خیلی ها فکر میکنن پایان همه چیز هست. خداوند عیسی مسیح روی زمین میاد و نقشه عالی خدا را اجرا میکنه برای نجات بشر. و کلام خدا به ما میگه که تا هر کس به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه صاحب زندگی جاوید شود. پس این یک وعده عالی است در خداوند عیسی مسیح که هر کس به او ایمان بیاره هلاک نمیشه و حیات جاودان خواهد داشت. ما باید بدونیم که در ملکوت خدا ترس وجود نداره، چون مرگ پایان همه چیز نیست. قیام مسیح به ما نشون میده که عیسی مسیح غلبه بر مرگ داشت و مرگ بر او قدرتی نداره. پس هر کس هم که در مسیح باشه، در او تا به ابد زنده خواهد. خدا رو شکر. پس میتونیم اینطوری بگیم که مرگ پایان زندگی این دنیاییمون نیستش، چون که در مسیح همه زنده میشن و همه اونهایی که به او ایمان دارن و از آن او هستن در مسیح خواهند بود. درسته؟ آمین. و طبق کلام خدا در عبرانیان باب 2:14 میخونیم که از آنجا که فرزندان از جسم و خون برخوردارند، او نیز در اینها سهیم شد تا با مرگ خود صاحب قدرت مرگ، یعنی ابلیس را به زیر کشد و آنان را که همه عمر در بندگی ترس از مرگ به سر برده اند آزاد سازد. چقدر زیبا کلام خدا این رو به ما میگه و این رو آشکار میکنه که واقعا خیلی ها در بندگی ترس از مرگ به سر میبردن. ولی ما میدونیم که مرگ پایان همه چیز نیست. خود مرگ شاید چیز هراس آور باشه و ترسناک باشه، اما در مسیح عیسی ما میدونیم که ما زنده خواهیم بود و تا به ابد وقتی به او متعلق هستیم با او زندگی خواهیم کرد.
در کلام خدا آیات دیگری هم هست که به این موضوع اشاره میکنه. مثلا اول قرنتیان باب 15 آیات 20 تا 22 اگر لطف بکنید خرمرزی این رو برای ما بخونید. اما مسیح به راستی از مردگان برخواسته و نوبر خفتگان شده است، زیرا همان گونه که مرگ از طریق یک انسان آمد، رستاخیز مردگان نیز از طریق یک انسان پدیدار گشت. زیرا همان گونه که در آدم همه میمیرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند شد. پس میتونیم اینجوری بگیم که مرگ از طریق انسان اول یعنی آدم و رستاخیز مردگان از طریق مسیح به ما میرسه. و چقدر عالی که عیسی مسیح ترس از مرگ رو از ما بر میداره، چون اون بر مرگ پیروز شده و همه اونهایی که در اسارت ترس از مرگ به سر میبرند رو آزاد میکنه. قیام مسیح اعلان پیروزی او به عنوان پادشاه بر قدرت‌های تاریکی بود. اعلان ظفر او بر مرگ بود. در رساله افسوسیان باب 1 آیات 20 و 21 می‌خونیم که زمانی که او از مردگان برخیزانیده شد، در جایهای آسمانی به دست راست خدای پدر نشست. او از هر ریاست و قدرت و نیرو و حاکمیتی برتر و بالاتر است و همه چیز زیر پاهای او افکنده شد. همه چیز. قیام مسیح نشان دهنده قدرت خداست برای زندگی یک مسیحی. قیامت ما، زندگی ما، حیات ما، همه چیز ما در دست خدایی است که برای ما تا به صلیب رفت و با قیام خودش و صعودش به نزد خدای پدر آزادی و زندگی جاوید رو برای ما مهیا کرد. کلام خداوند در رومیان باب 8 آیه 11 می‌فرماید و اگر روح او که عیسی را از مردگان برخیزانید در شما ساکن باشد، او که مسیح را از مردگان برخیزانید به بدنهای فانی شما نیز حیات خواهد بخشید. پس همونطور که شما هم به این نکته بسیار عالی اشاره کردید، مرگ از طریق آدم اول، انسان اول وارد دنیا شد و رستاخیز مردگان از طریق عیسی مسیح یعنی آدم دوم، خلقت دوم، خلقت تازه به دنیای ما اومد، به زندگی ما اومد. درسته. آیه دیگه ای هم در کلام خدا در دوم قرنتیان 15:55 در این مورد میگه که ای گور پیروزی تو کجاست و ای مرگ نیش تو کجاست؟ در این مورد چه نظری دارید؟ اصلا معنای اصل این آیه به کجا برمیگرده؟ شاید زمانی که عیسی مسیح روی صلیب رفت به ظاهر شکست اون رو نشون میداد و به ظاهر شاید خیلی ها این رو دیدن که مسیح پیروز نشد، اما قیام مسیح به همگان نشان داد که او بر مرگ پیروز است. قیام مسیح نیش مرگ رو کند. این که آیه به ما میگه ای گور پیروزی تو کجاست؟ شاید جایی که همگان فکر میکردن و حتی شریر شاد بود از اینکه مسیح روی صلیب رفته، عیسی مسیح با قیام خودش نشون داد که او بر مرگ قدرت داره، او میتونه بر مرگ غلبه بکنه و عیسی مسیح پیروزی خودش رو با قیامش نشون داد و کلام خدا به ما میگه ای گور پیروزی تو کجاست؟ گور و مرگ بر عیسی مسیح هرگز پیروز نشدند. مسیح پیروزی خودش رو به همگان اعلام کرد وقتی که او قیام کرد. وقتی که مسیح از مردگان برخاست، ما رو در پیروزی خودش با خودش شریک کرد و این حیات رو ما از عیسی مسیح میتونیم دریافت کنیم. خدا رو شکر. و خدا رو شکر که مسیح این پیروزی رو برای ما رقم زد و ما رو در خودش پیروز کرد. کلام خدا هم در افسوسیان باب 1 آیات 18 تا 19 به ما اینطور میگه باشد که چشمان دلتان روشن شده و امیدی را که خدا شما را بدان فراخوانده است بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم آگاه شوید.
این قدرت برخواسته از عمل نیروی مقتدر خداست که آن را در مسیح به کار گرفت. آمین. همینطوری که توی این کلام خوندیم، کلام خداوند از قدرت عجیبی که در عیسی مسیح، در قیام عیسی مسیح هست صحبت میکنه، از قدرتی که در عمل مقتدرانه خداوند دیده میشه هنگامی که عیسی مسیح از مردگان قیام میکنه. همچنین دیدیم که نیش مرگ با قیام مسیح کنده شد و زهر ترس از مرگ از ما از بین رفتش، چون که ما دیگه میدونیم دنیای دیگه‌ای در انتظار ما هستش که نه اشکی در اون هست، نه ماتمی در اون هست، نه مرگی، نه دردی و نه آهی. کلام خدا در مکاشفه باب 21 آیات 3 و 4 چقدر زیبا در این مورد میگه: اینک مسکن خدا با آدمیان است و او با آنها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. آمین. شکر. پس مرگ جسمانی برای ما پایان همه چیز نیست. ما در پیدایش به ماجرای سقوط انسان نگاه کردیم و دیدیم که چطور انسان با نااطاعتی از خدا دور شد و مرگ وارد این دنیا شد. اما در قیام مسیح می‌بینیم که نیش مرگ کنده شد و کلام خدا اعلام کرد که ای گور، پیروزی تو کجاست و ای مرگ، نیش تو کجا. این کار عظیم عیسی مسیح بود بر روی صلیب و با قیامش که ما رو در یک حیات تازه وارد می‌کنه و بر مرگ پیروزه. شاید مرگ عیسی مسیح روی صلیب برای بسیاری سوالات خیلی زیادی رو به وجود آورد، ولی قیام و صعود مسیح نشون داد که مسیح همون مسیحای موعوده. عیسی همون مسیحای موعوده و او قادره که هر ترسی رو از ما برداره. نگاه کردن به صلیب مسیح شاید برای ما ترس ایجاد کنه. شاید درد و رنجی که مسیح کشید برای ما نگران کننده باشه، اما قیام مسیح به ما نشون میده که او بر مرگ پیروز شد. قیام مسیح به ما نشون میده که او بر همه چیز اقتدار داره. عیسی مسیح به ما این مژده رو میده که اگر در زندگی دچار نگرانی، ترس و یا مشکلات بشیم، اون اقتدار این رو داره که بر همه اونها غلبه بکنه. این یک خبر خوش هست برای من و شما و برای بینندگان عزیز. خب عزیزان، به لحظه های پایانی برنامه نزدیک شدیم. خیلی ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین. با همدیگه پیروزی رو با این سرود زیبا اعلام میکنیم. تا برنامه بعدی، خداوند عیسی مسیح با شما باشه. خدا نگهدار. کرو پیروزی را عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند هست. هللویا، او اجر جاودانی ماست. تکمیل کرو پیروزی را عیسی منجی است، با خون خود خرید ما را، او خداوند هست. هللویا، او اجر جاودانی ماست. سرایم عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، اوست در قلبم. سرایم عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، عیسی خداوند، اوست در قلبم. مسیح عیسی او زنده است، خدای ما منجی ما.
کدو از مردگان قبر خالیست